خوشان شبها که در خلوتگه راز، خوشان شبها که در خلوتگه راز، درون سینه‌ام آرام بودی. من از آه سحرگاه تو فارغ، تو فارغ از غم ایام بودی. صدای لطیف موزیکال روشنک، ادای دقیق و درست واژه‌ها و تأکیدهای به جا روی آنها، شعر را تأثیرگذارتر می‌کرد و جمع شنوندگان از پیر و جوان، خاص و عام مجذوب او می‌شدند. روشنک با نام اصلی صدیقه سادات رسولی از گویندگان برنامه رادیو گل‌ها بود. با من همراه باشین تا بیشتر با زندگی این بانوی هنرمند آشنا بشیم. هر کس اونس و آشنایی با موسیقی سنتی و اصیل ایران داشته باشه، حتما آثار رادیویی قبل از انقلاب مانند برگ سبز، گلهای رنگارنگ، گلهای جاویدان و گلهای صحرایی رو شنیده. برنامه گلها در آغاز با نام گلهای جاویدان و به همت و ابتکار داوود پیرنیا در رادیو تهران شروع به کار کرد. به چه کار آیدت به گل طبقی؟ از گلستان نم ببر ورقی. گل همین پنج روز و شش باشد، این گلستان همیشه خوش باشد. برنامه‌های دیگری هم به نام گل‌های رنگارنگ، یک شاخه گل، برگ سبز و گل‌های صحرایی بعد از 1334 به این مجموعه اضافه شد. هر کدام از این مجموعه ها شامل آثار برگزیده شاعران قدیم و معاصر زبان فارسی و دکلمه شعر آنها با موسیقی و اجرای آهنگ و تفسیر جامع و کامل استادان فن همراه بود و دکلمه کنندگان به نام و وارد به فن دکلمه اشعار در آن حضور داشتند. یکی از زیبایی های این آثار با ارزش به جامانده از دوران طلایی موسیقی ایران، حضور یک شخص به عنوان گوینده است. نقش گوینده این بود که اشعار آواز را قبل از شروع آوازها دکلمه کند. اما فایده این کار چه بود؟ اول اینکه شنونده از لحاظ شنیداری با شعر آشنا می شد و با توجه به اینکه برنامه رادیویی بود و امکان بازگشت وجود نداشت، در زمان و موقع اجرای آواز نیازی نداشت برای شنیدن شعر تمرکز کند، تمرکز را روی درک و جذب هنر بگذارد و بعد هم شنونده از لحاظ حسی پیشاپیش در فضای شعر برنامه قرار می گرفت و حظ و بهره معنوی بیشتری ببرد. و اما نکته آخر، این کار ترویج شعر و ادبیات به حساب می آمد و سواد ادبی جامعه بالا می رفت. از بین گویندگان این برنامه ها که همه آنها گلچین شده و دارای صوت و لحن عالی بودند و در فن خواندن درست شعر مهارت داشتند، خاصه روشنک بود. بانوی با نام مستعار، صدایی لطیف و اثرگذار، شوریده مسلک با لحنی بسیار ویژه و منحصر به فرد. گویندگی روشنک صرفاً گویندگی نبود، چرا که خود یک اثر فاخر هنری بود که بر وزن و زیبایی برنامه هایی که در آن نقش آفرینی می کرد می افزود. وقتی شعری را با دکلمه و صدای زیبا از زبان روشنک می شنوی، با تمام وجود آن را درک می کنی. که شمس روزی در حمام نیازمند به سنگ پا گردید و در حضور دیدگان حیرت زده حاضرین، سنگ پایی از جای برخاسته فضای حمام را طی نموده نزدیک پای او فرود آمد. شروع برنامه گلها با کوکب پرنیان، گوینده و شعرخوان زن این برنامه بود. اما کمی بعد که صدیقه سادات رسولی جای او را گرفت، به پیشنهاد داوود پیرنیا، حافظ موسیقی اصیل و ناشر ادبیات ایران، نام روشنک را برای خود انتخاب کرد. تکه کلام روشنک این جمله بود: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. روشنک متولد 1296 در آهار، روستایی از توابع فشن به دنیا آمد و در سال 1327 وارد رادیو ایران شد و تا سال 1334 در بخش‌های مختلف گویندگی می‌کرد. نام اصلی وی صدیقه سادات رسولی است و در کوچه موسم به گل سرخ نزدیک حسن آباد زرگنده در منطقه قلهک تهران زندگی می‌کردند. روشنک در خاطرات خود گفته: زمانی که می‌خواستم وارد رادیو شوم، 81 نفر جهت گویندگی شرکت کرده بودند که از بین آنها من قبول شدم. و اساتیدی که از من امتحان گرفتند، مرحوم سعید نفیسی، حسین قلی مستعان، حسین زاهدی، مرحوم صبحی و چند نفر دیگر هم بودند که الان به خاطر ندارم.
مرحوم پیرنیا از برنامه سوم گلها از من دعوت به همکاری کردند. نام روشنک هم ایشان برای من انتخاب کردند و اولین شعری که در برنامه گلها خواندم این بود: روشنک طاعت از دست نیاید، گناهی باید کرد. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. شب که خورشید جهان تاب نهان از نظر است، طی این مرحله با نور مهی باید کرد. گاهی که از ساختمان رادیو بیرون می اومدم، دختران جوان علاقه من در بیرون رادیو بودن که از من میخواستن اشعاری رو که در برنامه گلها میخونم برایشون بنویسم. ولی همیشه به دلیل جوان بودن اونها و شاید نصیحتی برایشون باشه، این شعر رو مینوشتم. نخست موعظه پیر می فروش این بود که از معاشر ناجنس احتراز کنید. اما حالا بعد از گذشت سالها، اگه قرار باشه مطلبی بنویسم، این شعر رو هم اضافه میکنم: از امروز کاری به فردا نماند، چه دانی که فردا چه آید زمان. روشنک گوینده برنامه گلها بود و با اولین شعرخوانی ها به شهرت رسید و مدت ها صدای اون بخش جدای ناپذیر برنامه گلها بود و خیلی از مردم ایران این برنامه رو با صدای اون که اشعار رو به درستی دکلمه می کرد می شناسند و تأثیر گویش اون در فراگیری اشعار ادبیات فارسی برای مردم همچنان به عنوان یک خاطره زیبا باقی مانده. زخمه های هر تاری که استادانه نواخته می شود، هر آرشه‌ای که بر ویولون استاد سبا کشیده می شود و هر ضربه‌ای تیمه های سیاه و سفید پیانو استاد محجوبی را فرو می برد، روشنک را هم به یاد می آورد. اما اگر او همانند سبا، قمر و پیرنیا و تهرانی و وزیری، خالقی و تجویدی و یاحقی و دلکش و الهه و پوران و خیلی های دیگر مهمان خاک شود، به یقین چون گلهای جاویدان همیشه زنده است. قیاسی نیست، ولی به جرأت می توان گفت صدای دکلمه های روشنک جزئی از حافظه شنیداری مردم ماست. همانند صدای اساتید، بنان، قوامی، قمر، دلکش، گلپا، ایرج، شهیدی و شجریان و یا همچون صدای ساز اساتید، محجوبی، ورزنده، معروفی، عبادی، کسایی، شهناز، شریف و مج و بسیاری دیگر، همان صداهایی که وقتی آنها را می شنوی، حس و حال رادیو و گرامافونهای قدیمی در ذهنت تداعی می شود و حس نزدیک به آرامش قلقلکت می دهد. روشنک صدای شفاف و روشن گلها شوربختانه در 21 خرداد سال 1391 چشمت جهان فروب است. ولی صدای او باقی است، زیرا که تنها صداست که می ماند. روشنک در روستای آهار به خاک سپرده شد. روان این بانوی نیک نهاد نیکو سرشت شیرین بیان شاد. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است به این قصه دراز کنید. حضور مجلس انس است و دوستان جمعند و این یک راز بخونید و در فراز کنید. مرسی که تا پایان این ویدیو هم همراه من بودین. اگه تا به حال عضو کانال ما نشدین، کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو لمس کنین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر بشین و حتما نظراتتون رو در مورد این ویدیو برای من کامنت کنین.